تجلیل از آنچه که دستاوردهای پروژه زنان در حکومت برنامه پروموت در افغانستان گفته شده است. مراسمی که در آن به سرگزاری این پروژه و پیامدهای آن بر زندگی زنان در کشور پرداخته می شود. پروژه زنان در حکومت در زندگی بسیاری زنان و مردان در سراسر افغانستان نقش ارزشمندی را بازی کرده است. کسانی هم هستند که هرچند از آموزش ها این پروژه بهره بردند، اما هنوز در زندگی هایشان تغییر رونما نشده است. با اینکه من تمام تجارب کاری دارم در بخش های اداری و با سند هایی که دارم و اسناد پنتونم همه چیز مکمل است، اما بازم من وظیفه ندارم. ما با وجودی که پروژه پرمود تانیست زنان را تا یک مقطعی ترن بده، اما ما نتانستیم زنان را خصوصا در بستای اول و دوم ترن بکنیم. ما بر اساس یک آماری که در داشبورد خود ما وجود داره، تقریبا از 1-3-4 ماه پیش است، از 100% ما فقط 6% زنها در پست های 1-2 اپلای کردن. در آغاز این هفته، امریکاییان و طالبان بر چگونگی خروج تمامی نیروهای کاری امریکا و متحدانش از افغانستان در جریان 14 ماه آینده توافق کردند. همزمان شدن پایان پروژه زنان در حکومت با این رویداد، بر آنچه که نگرانی ها از آینده پیشرفت ها در بخش زنان در افغانستان گفته می شود افزوده است. در برنامه امروز ما بسیار از کارآموزای ما از این نگران بودند که نبود این برنامه به اونا یک ضربه بسیار زیاد می رسانه. چون برنامه ما به اینا این فرصت مساعد ساخته بود که با اونا در خدمات ملکی کار پیدا کنند. این پروژه ها وقتی که تطبیق میشه دستاوردهای میتونه از خود به جای بگذاره که میتونه برای سالها برای جامعه افغانی ما، برای جامعه خانم های ما میتونه مؤثر واقع شود. شما را بانوان کارآموز برنامه زنان در حکومت بیش از 3900 تن گفته شده است. از این میان بیش از 3100 تن در 80 نهاد دولتی دوره های کار عملی را سپری کردند و بیش از 1700 تن هم در بخش های استخدام شدند. این پروژه در پوشش برنامه پروموت اداره توسعه ایالات متحده آمریکا در افغانستان عملی شده است. برنامه‌ای که در حدود 280 میلیون دلار هزینه برداشته است.